انشالله که یه خورده بیشتر تلاش کنن و این راه برای اینا باز بشه. ولی مطمئن باشید تک تک کسانی که توی این مسابقات از ایران میان حضور پیدا میکنن واقعا راه رو برای دیگران باز میکنه و ارزش و جایگاه پرورش اندام ایران رو ارتقا میده توی اینجور جایگاه ها و ما میتونیم نماینده خوبی برای ملتمون اینجا باشیم و خودمون رو به عنوان اشخاصی نشون بدیم که متمدن هستیم و واقعا میفهمیم مردم دنیا رو. حتی موزیکی که من دیروز استفاده کردم برای مسابقات یه جورایی همه رو شوکه کرد. کاملا آهنگی که داشت میخوند معنیش نشوندهنده اعتقادات ما بود و اون نوع فیگوری که من اجرا کردم و همه تحسین کردن. اگر دقت کرده باشین تو فیگور بنده چقدر تشویق کردم و بعدش دیگه قهرمانی دیگه کومدن رو سکو صدای تشویق ما نشنیدیم. به هر حال دوست دارم واقعا جای اونا رو خالی کنم بچه ها رو اینجا و انشالله سالهای آینده نه من دور شما رو اینجا چند نفر گرفته باشن از قهرمانای ایرانی که بشینه باهاشون صحبت کنن. خیلی ها فکر میکنن که بیت الله عباسپور زمان رژیمش حالا یه هفته دو هفته قبل از مسابقه شروع میشه رژیم خیلی سخت میگیره. داستان رژیم گرفتن بیت الله عباسپور چی هست؟ یه چیز خیلی بامزه به ذهنم رسید. آقای محمد پاشایی از دوستان بنده هستن، از قهرمانای جهانی هم هستن تو پرواشندام که شما صد بله 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 همیشه منو مثال میزنه میگه که بیت الله عباسپور ساندویچ هم که میخوره بدنش کات میشه. البته ایشون زیادم اغراق نمیکنن چون من واقعا نوع تمریناتی که اجرا میکنم کمتر کسی میتونه به من وزنه بزنه. به هر حال من کالری که در حین تمرینات میسوزونم خودش کمک فوق العاده زیادی میکنه برای کات شدن عضلات و من لازم نیست بیام مثلا رژیمای آنچنان سختی بگیرم بدنم تحت فشار قرار بده. من بیشتر تمرین خوب انجام میدم، خواب خوب دارم، تغذیه منم همیشه یه سال رژیمیه. یعنی من تمام کالری که مصرف میکنم رو حساب کتابه. به قول معروف آشغال خوری نمیکنم، فست فود و نمیدونم چیپس و پفک و کیک و نوشابه اینا خیلی کم استفاده میکنم، خیلی کم. و در واقع من همیشه رژیمم، ولی خب نزدیک مسابقات که میشم این نوع تغذیه‌مو یه مقدار تغییر میدم، یه خورده باش بازی میکنم. اصل کار منم هفته آخره، شما خودت شاهد بودی عکسایی که من قبل از یک هفته قبل از مسابقات براتون ارسال کردم، خود شما شوکه شده بودین، گفتی چرا اینقدر آبداری. آره در حالی که روز مسابقه وقتی من دیدید کاملا تعجب کردی که چه شد. خیلی تغییر کرد. زمینه سازی که انجام میدیم برای یک بدن خیلی مهمه. شما عکسایی که من توی رشت اگر یادتون باشه پیش آقای ذات‌پرور دوستمون فیگورای افتخاری گرفتم روی سکو، خب کاملا دوران آفم بود. عکساشو شما داشتین دیدین چقدر عضلاتم کیفیتش سر جاش بود، چون همیشه تمرینم مرتبه، خوابم مرتبه و این باعث میشه که زیاد بدنم تحت فشار قرار ندم. غیر از این مسئله نوع رژیمی که من میگیرم خب بیشتر درصد کالری حساب میکنم. یه لحظه بذار رژیم تو بذار برای پارت بعد، پارت آخر. متاسفانه تو پارت چهارمون اونجا داره تمام میشه. با هم دیگه سری میریم سوال معذرت میخوام، با هم دیگه میریم سراغ پیام‌های بازرگانی رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم تا ادامه صحبت‌های بیت الله عزیز در مورد رژیم هاش من میخوام باهاش صحبت کنم و همچنین در خصوص نوع تمرینیش و چند وعده در طول روز برای مسابقه فیگو تمرین کرده. جایی با هم باشید.